خب دوستای عزیز، امروز با یه برنامه دیگه در خدمتتونم. امروز میخوام راجع به مثلث سیاه صحبت بکنم. خیلی بحث جالبیه. سه تا از شخصیت هایی که سیاه ترین صفات شخصیتی یک انسان رو میتونن داشته باشن و اتفاقا تو جامعه خیلی هم سر راه آدم زیاد قرار میگیرن. اگه دوست داشتین بدونین مثلث سیاه چیه، ادامه این ویدیو رو نگاه کنید. خب دوستای عزیز، امروز راجع به مثلث سیاه همونطور که گفتم میخوام صحبت بکنم. مثلث سیاه چی هستش؟ سه تا شخصیت هستن که اینها بدترین خصوصیاتی رو که یک فردی میتونه داشته باشه اینها دارن. حالا این سه تا شخصیت کی هستن؟ الان اینجا به شما معرفی میکنم. ببینید، مثلث سیاه خیلی جاهام کشیده شده، عکسش هم توی ویدیو حالا نشونتون میدم که به چه صورت هستش، که سه تا ذیل داره: شخصیت ماکیاولیست، خودشیفته و جامعه ستیز یا همون آنتیسوشیال یا سایکوپت، حالا هر کدوم اسمای مختلفی دارن. ببینید، اینها سه تا شخصیتی هستن که اتفاقا از نظر صفات شخصیتی خودشیفته، ماکیاولیست و جامعه ستیز خیلی اوورلپ داره با همون تریت های شخصیتی و خصوصیات شخصیتیشون، یعنی خیلی هاش با هم مشابهه، ولی تو بعضی از خصوصیات شخصیتی با هم اختلافاتی دارن. بنابراین سه تا شخصیت جدا در نظر گرفته میشه. البته ماکیاولیست به شخصیت های نابهنجار طبقه بندی نشده، این فقط یه عنوان کلی هست که بهش میدن. ماکیاولیست یعنی جزء اون 10 تا اختلال شخصیت ماکیاولیست نیستش، ولی این هم به صورت غیر رسمی به رسمیت شناخته میشه به عنوان یک مدل از شخصیت. خب حالا میخوام ببینیم که اینها چی هست. اول از ماکیاولی صحبت میکنم. خب ماکیاول رو حتما همتون شنیدین که یک فیلسوف ایتالیایی بود که به پادشاه‌های زمان خودش یه سری پند و اندرس هایی داد که برای اینکه بتونین حکومت بکنین باید بیرحم باشین، باید دروغگو باشین، باید برای اینکه قدرت رو نگه دارید، حکومت و پادشاه، هر کار غیر اخلاقی، هر دزدی، استفاده از عناوین جعلی، هر کاری رو حکومت میتونه انجام بده برای اینکه در قدرت بمونه. و معتقد بود که حکومتی، سردمداری که نتونه دروغ بگه، نتونه بیرحم باشه، نتونه خونریز باشه، نتونه آدم کش باشه، نمیتونه حکومت نگه داره و قدرت باید بره کنار. تا یه حدی هم حرفش درست بود. خب خیلی از سیاستمدارهایی که همین الان دارن حکومت میکنن در همه جای دنیا، این خصوصیت رو شما میتونین توشون ببینین و حتی به صورت تیمی هم عمل میکنن. یعنی مثلا توی جامعه یک سازمان هایی تشکیل دادن که این سازمان ها فقط به منافع شخصی و به قدرت فکر میکنن و مشی این سازمان ها همین هست که نادیده گرفتن منافع دیگران، به هر قیمتی در قدرت بودن و در ثروتمند شدن. حالا ولی اما این قضیه در سطح ماکرو بزرگشه، ولی در سطح آدم هم که کوچیکش کنیم، ما آدم هایی داریم که این خصوصیات شخصیتی رو دارن، یعنی شخصیت ماکیاولیستی دارن، به این صورت که این آدم تمام هم و غم زندگیش و مرکز توجهش به خودش و منافع خودشه. هر کاری رو حاضر بکنه برای اینکه منافعش تامین بشه. خب این افراد توی جامعه بهره کشی میکنن از دیگران، یعنی هیچ گونه احساس، مثل دوتا شخصیت دیگه که اونام این اخلاقو دارن و اتفاقا هسته مرکزی اشتراک این سه تا شخصیت اینه که احساس همدردی با دیگران ندارن، یعنی نمیتونن درک بکنن که این
رفتارهای بدی که با دیگران دارن، این اعمالی که میکنن چه ضربه ای ممکنه به دیگران بزنه، درک این براشون مشکل یا محاله. مثلا تو شخصیت ضد اجتماعی اصلا درکی از این موضوع ندارن، ولی تو شخصیت نارسیسیست یک درک جزئی از این موضوع دارن که ما کارهایی که میکنیم ممکنه مثلا به دیگران آزار برسونه، حتی ممکنه احساس گناه هم شخصیت خردشیفته بکنه. شخصیت ماکیاولی هم این احساسات رو داره ولی بهش اهمیتی نمیده، اینها رو تو زندگی گذاشته کنار. شخصیت ماکیاولی فرقش با اون دوتای دیگه اینه که اون دوتا توی تحقیقاتی که انجام شده، یعنی خودشیفته و ضد اجتماعی، خیلی میل داشتن که به ژنتیک نزدیک باشن، یعنی خاصیت ژنتیکی داشته باشن. وقتی که ضریب همبستگی برای اینا گرفتن، دیدن که حدود 50-60% توی نارسیسیزم و سایکوپت ها این حالت ها خصوصیاتی که دارن حالت ژنتیک داره، ولی فرق حالت نارسیسیسم اینه که این حالتی هست که بیشتر از محیط گرفته شده. یعنی فردی که حالت ماکیاولی داره، ماکیاولیسم داره، این حالت حالتیه که شخص از محیط دریافت کرده، چیزی نیست که تو ژنش بوده از اول، بیشتر عوامل محیطی روش تأثیر داشته. البته میگن ممکنه یه مقدار عوامل ژنتیکی باشه، ولی نقش عوامل ژنتیکی توش تا حالا کم بوده. حالا خصوصیت یک شخص ماکیاولی رو اول براتون میگم، بعد یه مقدارم خصوصیات خودشیفته و ضد اجتماعی میگم چون قبلا اونا رو توضیح دادم کامل، و بعد تفاوت‌هاشون رو میگم که آدم‌ها بتونن تفاوت این افراد رو سر کار، تو محل‌های اجتماعی، تو زندگی بفهمن. برای اینکه خیلی مهمه، این افراد شکارچی هستن، به معنی واقعی کلمه شکارچی هستن. ما تو طبیعت دو نوع موجود داریم، یکی شکار، یکی شکارچی، یکی تومه، یکی شکارچی، پری، پردیتور، یعنی شکار و تومه. اینا همون مثل، اگه ببریمش تو حیات وحش، مثل اون موجوداتی میمونن که دائم در پی شکار دیگران هستن. یعنی اگر شما با اینها نزدیک بشین و اگر متوجه نشین، مثل مثلا این میمونه که یک ماری رو شما توی درخت میبینید، متوجه این مار نشین، با اینکه آب و رنگ خیلی قشنگی هم داره، مارای رنگی زیادن، خب این شما رو میکشه. بنابراین شما خیلی مهمه که خصوصیات این افراد رو بدونین و ازشون فاصله بگیرین، چون اینا ضربه میزنن به شما، صدمه میزنن به شما و نابود میکنن شما رو، واقعا به معنی کلمه نابود میکنن شما رو، جوری که دیگه هیچ وقت نتونین به زندگی برگردین. برای همین که هستش که شناختن این شخصیت ها خیلی خیلی مهمه و نباید آدم از اینا غافل بشه که بدونه چه استراتژی رو در مقابل اینا باید به کار بگیره. خب اولین بار یک تست شخصیتی رو یه آقایی اومد به نام ریچارد کریستی سال 1970 به نام مچ چهاری همچین چیزیه، اسم انگلیسیشو دقیق خاطرم نیست، که یک جدولی هستش که ریچارد کریستی تو سال 1970 این رو با یک تیمی از تحقیقگران اومدن درست کردن، برای این که ببینن یک آدمی که ماکیاولی هستش چقدر این خصوصیات توش قویه، چون میدونین که این خصوصیات میتونه توی فردی خیلی زیاد باشه، توی فردی کم باشه. مثلا بالایش آزمون PCL یا سایکوپاتی چکلیست سایکوپاتی، این یک سری سوالاتی میکنه، شما با توجه به نمره‌ای که از این تست ها میگیرین، درجه سایکوپاتی بودنتون، درجه سایکوپات بودنتون یا درجه ماکیاولیست بودنتون مشخص میشه. حالا چیزی که هستش اینه که اول میایم مثلا توضیح میدیم که این چه چیزهایی رو توش داره. من چند تا از سوالهایی رو که سوال میکنه و معلوم میشه که طرف چقدر شخصیت ماکیاولیست رو تو خودش داره واسه تون میخونم، خیلی جالبه.
نمونه هایی از این تست که میگه که مثلا بهترین راه این که با مردم تعامل کنین چیه؟ چه چیزی بهترین راه تعامل با مردم چیه؟ این رو از یه آدمه که شخصیت ماکیاولی داره میپرسن و جوابی رو که ازشون میگیرن مثلا به این صورته، میگن عاقلانه است که ما بیایم اگر یک فردی کارمون بهش گیره یا کاری باهاش داریم بیایم مجیزگوییشو کنیم. مجیزگویی افراد قدرتمند یا کسایی که ما فعلا باهاشون کار داریم هیچ اشکالی نداره، هرچند که ناوحق به حق نباشه. دومیش اینه که عرض بشود به حضور شما بزرگترین فرق اینو، این چیزیه که مثلا جواب یک آدمیه که ماکیاولیسته، میگه بزرگترین فرق بین اکثر خلافکاران و مردم عادی این است که اینقدر احمق بودن که گیر افتادن. یعنی ببینین یه آدمی که این شخصیت رو داره، ماکیاولیستی داره، فکر میکنه اگر یک نفری فرقی آدم جنایتکار با یک آدم معمولی فقط در این بوده که این جنایتکاره که گیر افتاده انقدر احمق بوده که گیر افتاده، اصلا به کارهای بدش کاری نداره، اهمیتی نداره که چه کار بدی انجام داده. خلوص نیت چیز بسیار خوبی است، اما به شرط اینکه شما بتوانید به این وسیله به دیگران کلک بزنید. این جزء جوابهایی بوده که آدمهایی که نمرات بالایی توی شخصیت ماکیاولی گرفتن مطرح کردن در جواب سوالها، این جوابهایی بوده که دادن، یه نمونه هایی از جوابهایی که دادن. خب حالا شما میتونید ببینید که از همین جوابها خصوصیات این افراد به چه صورتیه. اینا افرادی هن که فقط گفتم رو منافع و آرزوهای خودشون متمرکز هستند و فکر میکنن، اصلا به منافع دیگران کاری ندارن. برای جلو افتادن از دیگران دست به هر تقلبی میزنن. مثلا اگر توی آزمونی شرکت کنن، اگر قرار باشه سر یک پستی توی یک پست و مقامی مثلا حکومتی یا غیر حکومتی رقابت کنن، حاضرن هر کلک، هر ترفند، هر دروغی بزنن فقط به نتیجه برسن. یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. عرض شود به حضورشون سوء استفاده از دیگران به این صورت که اگر ببینن شما عواطف انسانی دارید، که مثلا آدمی هستین رقیق القلب هستین، آدمی هستین که زود میشه محبت شما رو جلب کرد و دلسوزی شما رو فراهم کرد، اینها سریع از این موضوع استفاده میکنن برای رسیدن به هدف شخصی. چرا؟ چون هسته مرکزی این نوع شخصیت فقط رسیدن به پول و قدرت به هر وسیله ممکنه. مهم نیست چه وسیله ای باشه، هر وسیله ای برای رسیدن به پول و قدرت توجیه میکنه کارهایی رو که اینا میکنن. پول و قدرت برای این آدما از روابط عاطفی مهمتره. یعنی اگر شما فکر کردید با همچین آدمایی روابط عاطفی عمیقی دارید، فامیل هستید، برادرتونه، خواهرتونه، هر چی، حتی روابط خونی دارید، روابط سببی و نسبی دارید و این آدما به شما رحم میکند، نه، پول و قدرت برای این آدما مرکز و اساس جهان هستیه. هیچ عاطفه رابطه انسانی برای اینا مهمتر از این مسئله پول و قدرت نیستش. تمایل به خودشیرینی و جلوی دیگران یعنی چی؟ یعنی که این افراد برای رسیدن به اون چیزی که میخوان و هدفشونه، که هدفشون هم بیشتر اوقات پول و قدرته، میان جلو افراد قدرتمند خودشیرینی میکنن، هزار جور چاپلوسی در میارن برای اینکه به این هدفشون برسن. یکی دیگه از خصوصیات شخصیتشون اینه که نسبت به اخلاقیات و نسبت به موازین اجتماعی که خوبی رو ترویج میکنه، مثلا آداب و سننی که خوبی رو ترویج میکنه، میگه اخلاق داشته باشین، مسخره میکنن اینا رو، کاملا بی‌تفاوتن، اصلا میگن این حرفا فایده ای نداره، صحبت از اخلاقیات و صحبت از خوبی و اینا حرفای بی‌فایده ایه، نفع شخصیش برای من چیه؟ بنابراین راجع به این هم که هیچ گونه
حسی ندارن که بخوان مثلا راجع به اینکه اخلاق چیه، خوبی چیه، بدی چیه با کسی صحبت کنن، فقط منافع شخصی. یکی از مسائل دیگرشون اینه که اصلا همدردی ندارن، مثل اون دوتا گروه دیگه. یعنی ببینید این سه تا گروه یکی از نقاط مشترک مهمشون که شاید علت مشکلشون هم باشه اینه که احساس همدردی با دیگران ندارن. خب حالا شخصیت ماکیاولی ممکنه توی راه رسیدن به اهداف خودش به دیگران ضربه بزنه، برای همین برای شما خیلی واجبه و لازمه که از این افراد تا میتونید وقتی که شناختیشون دوری بکنید. حتی ارزش اینو داره که اگر شما توی یک جایی کار میکنید، یک جایی رقابت میکنید، یه مسئله مهمیه با این نفر میخوانید مسئله مهمی رو شروع بکنید، برید ببینید مثلا این تست که تست شخصیتی برای اینه که ببینید یه آدم چقدر امتیاز میگیره تو شخصیت ماکیاولی، این چند مثلا چقدر از اینا رو داره. باز خودتون با این تست که بررسی بکنین روی اون آدم، ببینین که این آدمه، اگه البته آدمیه که تو زندگیتون ارزش داره، قراره روش حسابی باز کنه، ببینین این آدمه چقدر این خصوصیات رو داره. با این تست که خیلی تست خوب و مفیدی هم هستش، الان چند تاش هم براتون خوندم چه سوالا و جوابایی میکنه، ببینین که این آدم رو بتونین دقیق و بهتر بشناسین، چون اینا آدمای بسیار فریبکارین، تو فریب دادن و نیرنگ زدن به دیگران خیلی متبهرن و سخته، فقط از روی ملاک‌های علمی میشه خوب شناختشون. عرض شود که چون خیلی همین ماکیاولیستا آدم‌های محاسبه‌گری هستن و برعکس سایکوپات‌ها که بیشتر خلق‌الساقه کاراشون رو میکنن و برنامه خاصی برای کارها و خلافها و بزهکاری هایی که میکنن ندارن، اینا خیلی محاسبه گرن و صبر زیادی دارن برای رسیدن به هدفشون، بنابراین خیلی دقیق تر کار میکنن از اون دوتا گروه دیگه. راجع به احساسات خودشون هم که هیچ اطلاعی ندارن، باز مثل اون دوتا گروه دیگه، گفتم خیلی از شخصیتشون و اون صفات شخصیتشون با هم یکی هستش. خب حالا این شخصیت ماکیاولیس بود که بهتون گفتم. خلاصه شخصیت ماکیاولیس اینه که شخصیت ماکیاولیس این شخصیتیه که این رو از محیط یاد گرفته، درصد ژنتیک بودنش هنوز مشخص نیست ولی میگن خیلی کمه، بیشتر اکتسابیه این نوع شخصیت، توی رهبران جهان خیلی دیده شده، تو آدمای سیاسی و آدمای مهم جهان این حالت خیلی دیده شده. و خلاصش اینه که شما به هر وسیله‌ای شده دست بزنید، ضربه زدن به دیگران، نابود کردن دیگران، نداشتن وجدان، همخاری نکردن با دیگران، اهمیت ندادن به سرنوشت دیگران، فقط برای رسیدن به پول و قدرت و منافع شخصی خودتون. هیچ چیزی جز منافع شخصی برای این آدم‌ها مهم نیستش. اما این آدم‌ها بیمار نیستن، ماکیاولیستا بیمار نیستن، اینها یک روش زندگی دارن که روش زندگی بر این مبناست، فقط سود شخصی، رسیدن به پول، موقعیت و قدرت برای شخص خودشون با بی‌اهمیتی به دیگران. ولی اینا اون ملاک‌های تشخیصی بیمارگونه رو که اون دوتا شخصیت دیگه دارن ندارن. حالا شخصیت ضد اجتماعی و خودشیفته رو من قبلا براتون توضیح مفصل دادم، اما یه بار دیگه واسهتون میگم که خودتون فرقش رو بتونین مقایسه بکنید. ببینید شخصیت ضد اجتماعی اولین چیزش اینه که ناسازگاری با قانون و قوانین اجتماعی. مثلا شما یک آدم سایکوپات رو که ببینید که معمولا همشون قبل از 15 سالگی اینا علائم سایکوپاتیک توشون شروع میشه، همشون با قانون مشکل داشتن یا زندان رفتن. آماری که وجود داره 25% از افرادی که تو زندان ها هستن سایکوپات هستن و این مشخصشون رو به درجات توشون هست، چون میدونیم سایکوپات خیلی بدخیم داریم و خوشخیم داریم، خودشیفته هم اینطور، خودشیفته بدخیم و خوشخیم داریم. اینها خب با قانون که همیشه مشکل دارن. دوم فریبکاری و دروغگویی مکرر،
همش دروغ تو زندگیشون، به همه دروغ گفتن، سر همه رو کلاه گذاشتن، تیغ زنی، نمیدونم کلاه برداری و از اینجور کارها تو سابقه شون فراوون بوده. طرح و برنامه کلی و بلند مدت برای زندگیشون ندارن افراد ضد اجتماعی و سایکوپت. تحریک پذیری و پرخاشگری، مثلا شما آدم های سایکوپت رو که میبینین اکثرا اینا جای جرح و دعوام و چاقوکشی و اینا رو بدن و صورت و ایناشون نمایانه، به خاطر اینکه دائم به خاطر اون شخصیت تکانشی و پرخاشگرانه که دارن کوچکترین تلنگری کسی بهشون بزنه اینا شروع میکنن به دعوا کردن و حتی کشتن اون طرف، چون اصلا برایشون اهمیتی نداره. اینها گفتم بهتون اصلا احساس پشیمونی حتی قتل 100 تا آدم 1000 تا آدم نمیکنن. چرا؟ چون وجدان تو سن کم توی اینا مرده، رشدش متوقف شده، اصلا چیزی به نام وجدان ندارن. معمولا آدمایی هستند که هیچ استرسی هم ندارن. حالا اینش خوبه که باز استرس ندارن. عرض شود به حضور شما بی احتیاطن نسبت به هم خودشون، هم به افراد که دوروبرشون هستن، مثلا اعمالی که میکنن، رانندگی های وحشتناک، سرعت های زیاد، مصرف مواد مخدر بدون احتیاط، مصرف دارو بدون احتیاط، اهمیتی نه برای خودشون داره نه برای دیگران اهمیتی میدن که ایمنی رو رعایت بکنن. عرض شود عدم احساس مسئولیت پذیری، یعنی که اصلا مسئولیت پذیری ندارن. اگه خانواده تشکیل بدن هیچ گونه احساس مسئولیتی به زن، بچه، پدر، مادر، افراد جامعه که دیگه جای خود داره به هیچ وجه ندارن. عرض به حضور شما احساس گناه که نمی کنن، فقدان پشیمونی هم که همه دارن. مثلا دیگه اینو گفتم که قاتلای زنجیره‌ای هر کدومو گرفتن هیچ کدوم احساس پشیمونی و گناه ندارن. یعنی وقتی که آدم رو کشتم و چطوری مثلا این همه تو جنایت کردی، گفت خب نمیدونم کردم. یه بعد میان شروع میکنم به بهانه تراشی، مثلا اینکه این آدم ها آدم های بدی بودن، اینها مثلا خودشون بد بودن. یه چیزی هست تو روانشناسی اجتماعی به نام برچسب زدن برای توجیه بیرحمی که خیلی چیز جالبیه، بعدن راجع به این توضیح میدم تو ویدیوهای دیگه، که این آدم های سایکوپت که مثلا میان کارهای خیلی بدی انجام میدن دلیل تراشی میکنن که این چون اینجوری بود ما کشتیمش، چون اونجوری بود ما مثلا این کار بد رو بر علیهش انجام دادیم، مثلا خونش رو آتیش دادیم آوردیم پایین. حالا آدم های خودشیفته چی؟ اینها احساس خودبزرگبینی که دارن، ولی اینا فرقشون اینه که احساس خودبزرگبینیشون اینه که واقعا فکر میکنن آدم های بزرگی هستن و استحقاق دارن که همه ازشون تعریف و تمجید کنن. اشتغال ذهنی به موفقیت، عشق، زیبایی، این که مثلا از همه بهترن، از همه خوشگلترن، از همه خوشتیپترن، از همه مثلا بیشتر میدونن، سواد بیشتری دارن و اینجور فکرها کل زندگی این آدم هاست و مشغله فکریشونه. عرض به حضور شما که نیازمند تمجید افراطی، یعنی دائم نیاز به این دارن که تمجید بشه ازشون به صورت افراطی. یعنی مثلا یک کار کوچیکی میکنن توقع دارن که همه دنیا از اینا تمجید بکنن. عرض شود به حضورشون که احساس صاحب استحقاق بودن و روابط بین فردی استثمارگر، یعنی تو روابط بین فردی خیلی استثمارگر هم، باز این شخصیتشون با اون دوتایی دیگه دقیقا همخونی داره و اوورلپ داره. فاقد همحسی که همشون هر سه تا شخصیت این ملاک رو دارن، بسیار حسودن. شخصیت های خودشیفته حسادتشون وحشتناکه، یعنی واقعا از حسادت اینا باید آدم به خدا پناه ببره. رفتارهای پرنخوت و با تکبری که در مقابل دیگران انجام میدن و خب خیلی از مردم لجشون میگیره از این آدم ها. تو کی هستی؟ اصلا چیزی هم نیستی، ولی خودت فکر میکنی مثلا آدم خیلی بزرگی هستی و این برای خودشون مشکل درست میکنه و این چیزیه که اینا نمیفهمن. یعنی آدم های خودشیفته آدم هایی هستن که متوجه نیستن که اعمال و رفتاری که دارن چقدر به دیگران ضربه میزنه و چقدر برای خودشون بد میشه، در صورتی که
یه آدم ماکیاولیست بسیار محاسبه گره و همه کارها رو از اون محاسبه انجام میده. درسته اونم به دیگران اهمیتی نمیده، اونم به دیگران ضربه میزنه، ولی اون با محاسبه این کارا رو انجام میده. این فرد نه، این فرد فکر میکنه که واقعا یک آدم تافته جدا بافته یا دیگران، و واقعا این استحقاق اینو داره که از دیگران جدا باشه و فقط یه آدمای خاصی میتونن درکش کنن. همه در حد این آدم نیستن. حالا من اینجا یه سری مطلب نوشتم. اول شباهت های آدم های این سه تا شخصیت، یعنی خودشیفته و ضد اجتماعی یا همون سایکوپات و شخصیت ماکیاولی، اینها یه شباهت هایی با هم دارن که همشون یه حالت کاریزما و فریبندگی دارن که میتونن دیگران رو گول بزنن. چرا؟ چون شکارچی هن دیگه، گفتم مثل یک مار خوشخط و خال یا مثل یک شیری که لای بیشه قایم میشه خودشو به رنگ محیط در میاره تا بتونه شکار کنه، باید این اخلاق ها رو داشته باشن تا بتونن اون شکار خودشونو گیر بیارن. البته آدم خودشیفته این حالت رو نداره، چون آدم خودشیفته شکارچی نیستش، ولی چون خودشیفتگی اکثر موارد با سایکوپاتی و با ماکیاولیست و اختلال مرزی و اینا، این خلاصه این شخصیت های بعد همشون معمولا تو 80% موارد اون شخص چند تا از اینا رو با هم داره. یعنی مثلا کسی که سایکوپاته معمولا خودشیفته هم هست، ولی خودشیفته سایکوپات نیستش. عرض شود به حضورتون تمایل برای بزرگ نمایی و ایده های بزرگ و داستان های بزرگ که مثلا یک موضوعی براشون اتفاق افتاده، هی این داستان رو بزرگ میکنن و غلو میکنن و میگن که ایده های خیلی بزرگ ارائه میدن که اصلا توانایی انجامش رو ندارن، برای اینکه بتونن شما رو شکار کنن، شما رو تحت تاثیر قرار بدن با این حرف ها. موفقیت وقتی که این افراد به دست میاد، موفقیت مال خودشونه، به خودشون نسبت میدن، ولی شکست مال شماست. موفقیت مال آدم خودشیفته است، مال آدم ضد اجتماعیه، مال آدم ماکیاولیه، ولی شکست مال شماست. عرض شود به خود خدمت به خود که خب این سلف سنتر بودن، یعنی اینکه فقط آدم خدمت به خودش بکنه، تو هر ستای این شخصیت ها وجود داره. احساس استحقاق خیلی هاشون میکنن. البته بعضی موقع ها آدم های سایکوپات به افسردگی و اینا هم دچار میشن، خودشیفته ها همینطور، ولی معمولا خودشونو به حق میدونن و کارهایی که کردن فکر میکنن به حقه، حتی اگه جنایت باشه. عدم احساس همدردی که هستشون دارن و هسته اصلی مشکلشونه. از احساس حرف میزنن اما ندارند. این هم یک موردیه که باز تو همشون هست، یعنی احساسات توشون وجود نداره، خیلی سطحی اگرم باشه. مثلا تو شخصیت های خودشیفته یک مقداری احساسات وجود داره ولی سطحی هسته. حالا تفاوت هاشون چیه؟ آدم های خودشیفته از خود حرف میزنن، ولی آدم های اون دوتا شخصیت دیگه، یعنی ضد اجتماعی و ماکیاولی، از شما حرف میزنن، سعی میکنن که شما از خودتون حرف بزنین، اطلاعات ازتون بگیرن. چرا؟ چون میخوان شکارتون کنن. دوم، آدم های خودشیفته موضوعات مورد علاقه خود رو مطرح میکنن، اما سایکوپت ها موضوعات مورد علاقه شما رو مطرح میکنن، چون میخوان با شما دوست بشن، با شما صمیمی بشن و تو شما نفوذ بکنن. وقتی که تو شما نفوذ کردن، بتونن اون کاری که نقشه که برای شما دارن رو انجام بدن. معمولا هم که اون نقشه شومی هست دیگه. عرض شبن میگه خودشیفته ها دوست دارن خوب به نظر برسن، ولی سایکوپات و ماکیاولی ها براشون مهم نیستش که چی جوری به نظر برسن، هر جوری که به نفعشونه و به هدف میرسونه اونجوری به نظر میرسن. اگه شما بگین مثلا مثل یه بچه خوب بشین اونجا، قاضی مثلا برات رأی بده، اونجوری میشینه خودشو میزنه به مظلوم نمایی. اگر بگی نه باید لات بشی، چاقوکش بشی تا به اون هدفت برسی، اونجوری میشن، یعنی اینجوری خودشان. ولی آدم های خودشیفته دوست دارن ظاهرشون خوب به نظر برسه، برعکس اون دوتایی دیگه که هر جوری که به نفعشونه. عرض شود به خدمتتون که
آدم های خودشیفته از پیامد های کارهایی که با دیگران میکنن، یعنی مثلا این رفتاری که دارن، خودپسندی و نخوتی که دارن، پیامد هایی که داره رو این رو درک نمیکنن اکثرا. یعنی فکر میکنن که آدم های به حقی هستند، شخصیتشون اینجوریه، اصلا درکی از این ندارن که این کاری که دارن میکنن یه کار بیمارگونه ایه، مگر اینکه برن معالجه بشن. اون معالجش هم که گفتم تو برنامه خودش خیلی مشکله، تقریبا محاله. و اینها یه حالت اینجوری دارن که پیامدهای کارشون رو اصلا بهش واقف نیستن و فکر نمی کنن که با آدم های عادی مقدار فرق دارن، فکر می کنن به حق و مدار. ولی آدم های سایکوپات و آدم های ماکیاولی، اینا آدم هایی هستن که اکثرا تو خیلی هم مواقع میدونن که پیامت های کاری که دارن انجام میدن چقدر ویران کننده هستش و چقدر ممکنه یک نفر رو نابود بکنه، یک اجتماع رو نابود بکنه. ولی سایکوپات ها اهمیتی به این قضیه نمیدن و خیلی موقع هم گیر میفتن، اعدام میشن، زندان میرن. ماکیاولیست ها نقشه میکشن، طرح میکشن که گیر نیفتن. یعنی اونها هم اهمیتی نمیدن به این که اون کارهای بدی که میکنن چه پیامدهایی برای دیگران داره، ولی با نقشه جوری کار میکنن گیر نیفتن. ولی سایکوپات ها اکثرا بی برنامه تر این کارها رو انجام میدن. عرض شود به حضورتون که سایکوپات ها فقط میخوان برنده بشن. یعنی فقط تو سایت شخصیت سایکوپات و توی شخصیت عرض شود به حضور شما ماکیاولیست، اینا فقط هدف و وسیله و برنده شدن و به اون نیت رسیدن براشون مهمه، نیتی که دارن. ولی آدم های خودشیفته میخوان مورد تشویق قرار بگیرن، مورد تمجید قرار بگیرن و هدفشون اینه. اینم اختلاف هایی بود که چند تا شما براتون گفتم که بدونیم که حداقل این از شخصیت ها با هم یه سری اختلافاتی هم دارن. حالا استراتژی مقابله با این افراد چیه؟ استراتژی های مختلفی هست، ولی یکی از مهمترین و موفق ترین استراتژی ها در مقابله با این آدم ها این هستش که اولا یکیش دوری هست، به محض اینکه شما دونستین دوری کنه. دومانش اینه که شما به اینا بگین که من میدونم که تو میخوای، به محض اینکه فهمیدی یک نفر میخواد با مثلا قدرت کاریزما و فریبندگی که داره شما رو تحت تاثیر قرار بدین، بگین که من میدونم که به این تکنیک میگن تکنیک خود، به این تکنیک میگن تکنیک افشاگری. یعنی بهش بگه من میدونم که تو برای من این برنامه رو داری، هدفت اینه دیگه، منظورت از این کارا اینه دیگه. بلافاصله اینا یه مقدار خودشون رو جمع جور میکنن. ولی یه چیزی که هست اینه که این آدم ها اصلاح نمیشن. ممکنه در کوتاه مدت مثلا نشون بدن که اصلاح میشن، ولی هیچ وقت اینا اصلاح پذیر نیستن و بهتره که از اینا فاصله بگیرید. یعنی بهترین ایده اینه که توی محیط کار یا هر جور هست اطلاعاتی به اینا ندید، ازشون فاصله بگیرید و به هیچ وجه باشون رابطه‌ای نداشته باشید. چون معمولا گفتم این آدم ها قابلیت درمان هم ندارن، همین حالتون میمونن. مثلا براتون مثال بزنم، آدم هایی هستن دیدین طرح مبارزه با اراذل و اوباش که میگیرن، آدم هایی هستن که جایی چاقو و نمیدونم پونزنی و اینا توی بدنشون زیاده، با هر کدومشون که من دیدم پلیس مثلا صحبت میکرد احساس اینو میکردن که ما با نمیدونم فلان آدم داداش هستیم، این آدم داداش ماست، این یکی نمیدونم برادر ماست، از اینجور حرفا و تعارفات میکنن. ولی اینا همش سطحیه، هیچ گونه احساسی به هم ندارن، توش خالیه این ادعاها. یعنی آدمی که خب تمام بدنش چاقوه، معلومه که این شخصیت ضد اجتماعیه، معلومه که این آدم با قانون مشکل داره، زود عصبانی میشه و تمام شخصیت های سایکوپات رو داره. خب این آدم سایکوپات اولین چیزش اینه که وجدان نداره، یعنی اصلا احساس نمیکنه، درکی از این نداره که وقتی که مثلا یک چاقوی رو به یه نفر وارد کرد، ضربه ای رو وارد کرد و این آدم درد کشید یا مرد، چه بلایی سر خودش و خانوادش میاد. اینو نمیفهمه، درک نمیکنه، ولی میاد جلو قاضی، جلو دادگاه، جلوی خانواده شاکی گریه میکنه، آره من پشیمونم، فیلم بازی میکنه
ولی در آخر اگه ازش بپرسین دیگه مثلا پای چوبه ای داره، آقا ناراحتی از این کارت؟ میگه نه ناراحت نیستم، کاری که کردم کار درستی بود. به خاطر اینکه اینا اصلا احساس پشیمونی ندارن. آقا چیزی که این سه تا شخصیت ندارن احساس وجدانه، وجدان ندارن، یعنی از احساس گناه نمی کنن. وقتی که احساس گناه نمی کنن هر کاری رو میتونن به عهده دیگران انجام بدن، میتونن دیگران رو استثمار کنن، مخصوصا اگر اون شخص بعضی خصوصیات شخصیتی رو داشته باشه. مثلا یه شخصی باشه اخلاط ارزم به حضور شما استرابی داشته باشه، اینا خوب میتونن ازش استفاده بکنن، چون معمولا سطح استراب تو این شخصیت ها پایین تر هستش نسبت به عموم جامعه. خب من سعی کردم راجع به این مثلث تاریک براتون صحبت کنم که سه تا شخصیت هستن که تقریبا همه الگوهای بد رو که آدم میتونه داشته باشه داشته باشن. این ضرب المثل هم که آدم ها همه پاک به دنیا میان و اینکه بعدن بد میشن، تربیت و محیط بدشون میکنه، اشتباه بعضی از آدم ها از اول با سرشت بد به دنیا میان، با خصوصیات بد به دنیا میان، دست خودشون هم نیست، من اونا رو متهم نمی کنم، ژنتیک هستش و کاریش نمیشه کرد. این حالت هایی که در اصل ژنتیک بعضی موقع به وجود میاد. حالا مثلا بعضی از حالتاش هم مثل حالت ماکیاولی اون حالا از محیط کسب شده، یا سوسیوپات ها مثلا یه مقدار حاصل محیط هستن، ولی سایکوپات و شخصیت خودشیفته بیشتر حاصل ژنتیک هستن. بنابراین خب باید بدونیم که چجوری با این موجودات رفتار کنیم. مثل اینکه مثلا شما یک شیری رو تو جنگل میبینید، بگید این چرا شیره، چرا حمله میکنه، چرا میخواد منو بخوره. خب این ماهیتش اینجوریه، طبیعتش اینجوریه، طبیعت شکارچیه. بنابراین شما باید از شیر دوری کنید وگرنه میخورتتون. این هم حالتیه که این افراد دارن و شما باید ازشون دوری کنید. دوری بهترین استراتژی اینهاست. هر شبات که راجع به این موضوع زیاد صحبت کردم و امیدوارم که به دردتون خورده باشه. ایام و روزگار خوبی داشته باشید. به خدای بزرگ میسپرمتون. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.